النهارده هستي سلام، صدام الان خوبه؟ آره، یه ذره قطع وصل میشه. خب بگو سریع تا قطع نشده بپرسار. آره همین، فقط میخواستم بدونم که یکی از چالش هایی که ما همیشه باهاش رو در رویم اینه که این حقانیت مسلمونا توی دنیا، توی اروپا، توی آمریکا یه خورده آزاردهنده است. مثلا چند وقت پیش وقتی ماه رمضان که شروع شد، مثلا برای حالت مثلا فان اومده بودن که اون روزگیری و اینجور چیزا رو کسایی که حالا توی اروپا آمریکا زندگی میکنن، مثلا دینشون اسلام نیست، اومده بودن تجربه کرده بودن و پرداخته بودن بهش. ولی اینقدر که ما نمیتونیم حرف بزنیم، اینا فقط یه چیزی میشنون، نمیدونن که همین ماه رمضان و روزداری باعث آزار ماه، باعث میشه که ما شلاق بخوریم. میدونید اون وجهه زشتشو نمیبینن، فقط میخوان که یه جورایی کورکورانه دفاع کنن که نه خب مسلمان هم حق دارن. در صورتی که منی که به هم این دین منتسب شده خیلی ناراضیم و اصلا نمیخوام، ولی نمیتونم اصلا عقیدم رو بگم. خیلی دوست دارم بدونم که چجوری میتونیم اصلا تو دنیا نشون بدیم که ما اصلا مشکل داریم، ما نمیتونیم حتی انتخاب کنیم که چی بگیم، چه پوششی داشته باشیم. کشورهای مثل ایران، افغانستان که دائم زیر بار این ظلمن و اگر کمی پاشون رو خطا بذارن اشد مجازات گرفتار میشن. خیلی دوست دارم بدونم چجوری تو دنیا ما نشون بدیم اصلا این دین اصلا جز اقلیت انقدری که شما فکر میکنید مسلمون هست نیست. یا مثلا یه درصدی از مالیات اروپایی و آمریکایی برای دفاع و حمایت از مسلمون ها پرداخته میشه. خب ما ناراضیم، ما نمیخوایم اتفاق بیفته، ما میخوایم بیشتر نشون بدیم بدیهای این دینو، ولی به خاطر اون انحصارایی که گذاشتن نمیشه اینو نشون داد. و این خیلی وحشتناکه، خیلی اذیت کننده است که حتی به جمعه فان میبینن. واقعا من سوالم اینه که چجوری میتونیم نشون بدیم. میدونی شخصی مثل شما که انگلیسی زبان کار میکنن برای اینکه آگاهی رو بیشتر کنن، قطعا خیلی کمک میتونن، ولی خب ما هم به نوعی دوست داریم از حقمون دفاع کنیم و بگیم که ما اینیم، ما واقعیتمون اینه، به این شیکی که شما میبینید نیست. و اینکه واقعا راه اصلی رهایی از این حکومت مستبدانه اینه که اول این عقاید تندگرایانه رو از بین ببریم. یعنی مثلا ما خیلی داریم که تو ایران که خب مخالف حکومتن، ولی مثلا همین خانواده خودم مخالف حکومت هستن، ناراضی هستن، ولی خب خیلی اعتقاد دارن. اگر که این اعتقادا سست بشه و یواش یواش از بین بره، قطعا دیگه حکومتی نمیمونه، یعنی حقانیتی پیدا نمیکنن برای اینکه حکومت اسلامی رو رواج بدن. همین دوتا اتفاق خیلی دوست دارم بدونم چجوری میشه به بهترین نحو و اهمترین نحو، چون ما اگه خودتون بهتر میدونید شناخته بشیم، خب خیلی اتفاقای بعدی برام میفته. دوست دارم بدونم یکی به جهانیان چجوری نشون بدیم که ما چه اتفاقاتی توی این دین انتسابی برای ما داره میفته. یکی این که چجوری بتونیم اون راه ریشه‌ای که این ریشه این حکومت رو از بین میبره و اون نشون دادن حقایق این عقایده رو چجوری میتونیم به بهترین نحو نشون بدیم. این بود سوالم، مرسی که دوباره به هم فرصت دادین، وقتتون رو گرفتم. من نه میرم خب نه نرو که من جواب من رو بشنوی ببینم نظر درباره جوابم چیه. بله بفهمم، من گوشم دارم. با اینکه من نظرم میگم خیلی آخه با نظر من مخالفم. من خیلی فکر میکنم یه مشکلی که هست درباره اسلام و مسلمان تو دنیا، توی کشور غیر اسلامی، اینه که خیلی از مسلمان ها تونستن مردم رو گیج کنن درباره اینکه درباره اسلام و مسلمان یه جوری صحبت میکنن که انگار جفت اینا یک چیزه. خب ببین، ما باید قبول بکنیم که بالاخره درست اسلام خیلی دین خشن و خیلی دین غیر انسانیه، ولی خب اکثر مسلمان ها اسلام کاملا دنبال نمی کنن. و درسته که بالاخره ما باید قبول کنیم که مسلمان ها بهشون
ظلم داره میشه. خب درسته که توی ایران به غیر مسلمان ها و مثلا یا حتی سنی ها و بقیه داره ظلم میشه، ولی توی کشوری مثل چین، توی کشوری مثل هند، بالاخره ما به خاطر اینکه یه سری آدم های عقاید اشتباهی دارن، یا حتی تو کشور اروپای امریکای شمالی هست خیلی مثال، بر خاطر این کسی که به خاطر که مسلمونه داره بهشون بد اخلاقی میشه یا بهشون ظلم میشه. خب ما باید، ما فکر کنم برای این، ولی خب یه کسی لیدرهای مسلمانی وجود دارن که از این ظلم به مسلمان ها خوششون میاد، برای اینکه میخوان به جای اینکه این مسلمان ها رو مظلوم نشون بدن، بیان اسلام رو مظلوم نشون بدن و بیان بهونه بکنن طرفداری از این مسلمان هایی که داره بهشون ظلم میشه رو بهونه بکنن، برای اینکه بیان از اسلام دفاع کنن به جای اینکه بیان از این مسلمان ها دفاع کنن. خب یعنی میان این مسلمان ها رو خودشون رو میخوان بیان قربانی بکنن، به خاطر اینکه بیان بگن که خب ببینید با مسلمان دارن چیکار میکنن، شما نباید از اسلام چیز بدی بگین، بکن نگاه کنین این مثالا رو نگاه کنین، شما اگه از اسلام چیزی بدی بگین، دارین با این کسایی که به مسلمان ها ظلم میکنن دارین طرفداری میکنین، نه تنها نباید از اسلام چیز بدی بگین، باید بیان از اسلام تازه بیان دفاع بکنین، این دفاع شما از اسلام میشه دفاع از این مسلمانایی که داره بهشون ستم میشه، در صورتی که ما باید بیان نشون بدیم که بابا این چه ربطی داره. خب ما میتونیم اینا رو از هم جدا کنیم، ما میتونیم بیایم از کسایی که هم حقشون رو دارن ازشون میگیرن دفاع بکنیم و هم از اسلام هم بد بگیم، اینا با هم تناقض نداره. خب برای همین ما میایم به جای اینکه فقط اینو بگیم نشون هم میدیم تازه. خب ما هم میایم اتفاقا خیلی تبلیغ میکنیم علیه یه جوری که مثلا دولت چین داره با مسلمان‌ها رفتار میکنه خیلی شدید، ما اینقدر اسلام ستیزیم، اینقدر شدید اسلام ستیزیم، ولی خیلی هم شدید علیه رفتار دولت چین با مسلمان ها هستیم، خیلی هم شدید علیه رفتار دولت هند با مسلمان ها هستیم و میاییم از مسلمان ها، از حق مسلمان ها دفاع میکنیم. من میگم که ما اگه بیایم رکورد خوب، البته ببینید فقط به خاطر اینکه بتونیم اسلام ستیزیمون کاربرد بیشتر داشته باشه، نه باید فقط به خاطر این از مسلمان ها دفاع کنیم، باید از حق مردم باید دفاع کرد، بالاخره این کار درستیه، ولی اگه ما رکورد خوبی هم داشته باشیم که نشون بدیم که بالاخره ما از حق همه انسان ها که بهشون ظلم داره میشه دفاع میکنیم، حق کسی حتی مسلمان هایی که مثلا تو فلسطین هم حتی داره بهشون ظلم میشه، بالاخره مثال خیلی زیاده، تو حتی خود اسرائیل هم به مسلمان ها داره حقشون ازشون گرفته میشه، اونا رو میتونیم هایلایت کنیم، اونا رو میتونیم نشون بدیم، ولی با این حال با اینکه از حق مسلمان ها دفاع میکنیم، اسلام ستیزیمون هم میکنیم. خب و این ضد مسلمون نیست، ما بالاخره یه کسی که عقاید اشتباه داره، عقاید اشتباه داشتن که جرم که نیست، منم 100% خودم عقاید اشتباه دارم، نمیدونم کدوم عقایدم اشتباهه، برای همین اون عقایدم هست، مگه نه اگه میدونستم کدوم عقایدم اشتباهه اون عقایدا دیگه الان نداشتم، ولی خب همه عقاید اشتباه دارم، ما ضد مسلمون ستیز نیستیم، ما ضد مسلمون نیستیم، ما ضد عقاید، ما ضد همه عقاید اشتباه هستیم، اسلام هم یه عقایده اشتباه است، برای همین ضد اون عقایده هم هستیم، ولی با نشون دادن این که ما خودمون رو مثلا تو برنامه انگلیسیمون رو کانال مثلا انگلیسی ACS Republic یه کانالی میکنیم که نه تنها میاد اسلام ستیزی میکنه، خیلی هم ما از مسلمان ها بیشتر حتی موقع در برای ظلم مسلمان ها صحبت میکنیم که مردم بیان ببینن که این تناقض نداره، یکی از اسلام ستیزترین کانال های انگلیسی میاد به این شدت از حق مسلمان ها دفاع میکنه که این که کسایی که میان از اسلام دفاع میکنن به خاطر که به مسلمان ها ظلم شده، بیان نشون بدیم که اینا ربطی با هم نداره. خب یکی این، نظرتون در برین چیه؟ بعد برم سراغ سال دوم. خواهش میکنم، قطعا که درست صحبت شما، حالا من یه چیزی میگم، من میگم که ما، نظر من البته، ما بیایم به جای اینکه از حق مسلمون صرفا دفاع کنیم، بیایم حق آزادی بیان رو ازش دفاع کنیم، اینجوری خب هر شخصی با هر عقیده مسلمون مسیحی اون آزادی رو پیدا میکنه، دیگه اذیت نمیشه، ولی واقعیت با متاسفانه به خاطر 28 سال زندگی تو این حکومت موافق نیستم. ببینید یه تحلیلی داشت جناب سلیمانی امیری، خیلی جالب بود، میگفتن که همین افراد مسلمونی که خیلی مظلومن، بیاید یه دهکده کوچیکو بدید دستشون اینو بگردونن،
آیا قانون طبق اون چیزی که اسلام میگه، آیا قانون این نمیشه که هر کسی که بی خدا شد حکم ارتداد داره، باید قصاص بشه، من شما قطعا باید از زیر تیغ بگذاریم؟ یعنی ببینید من حرفم نه اینه که بفهمید. نه نه ببخشید، من فکر کنم اکثر مسلمان ها این کارو نمی کنن. اکثر مسلمان ها انقدر خشنی، اکثر مسلمان ها به خشنی اسلام نیستن. بفرمایید. نمیدون آخه، میدونید این جزء اصولای اولیه شونه. خیلی عجیبه، اصول اولیه شون اینه که هر کسی که اصلا نبود مسلمون بزنید سرشو. نمیدونم، شاید حالا مسلمونی که زندگی کنه توی فضای پیشرفته، شاید این براش یه جورایی فرهنگ سازی بشه که تو نباید این کارو بکنی، ولی خب جزء اصول اولیه این دینه. میدونید واقعا حق بدید که من که 28 سال زندگیم تباه شده، واقعا بترسم از اینکه مبادا یک مسلمونی دوباره بیاد، مثلا حالا این حکومت رفت، حالا دوباره یک مسلمونی بیاد و همه با همه اون افکار روشنفکرانه دوباره همون قانونا رو پیاده کنه. چرا؟ چون اصول اولیه، یعنی دین اینا، دین اسلام بر اساس این اصول پیاده شده. واقعا ترسناکه، شاید من دارم تندرویی میکنم، ولی خیلی ترسناکه، خیلی افکارشون واقعا ترسناکه. نمیدونم واقعا چجوری میشه. من خودم میگم اگر قرار باشه از حقوق مسلمانی دفاع کنیم، بگیم آقا این آزادی بیان، این حق زندگی برای هر کس با هر دینی، ولی قرار نیستش که یک مسلمان برای ما قاعده بچینه، چون میگم قواعد این دین کاملا منسوخه. و توی اون سری اول که اومدم، نمیدونم اصلا اومد یا نه، اینقدر منسوخه، اینقدر ضد انسانیه که من فکر میکنم اگه این زور حکم ارتداد و اینجور چیزا نبود، تا الان این دین پاک شده بود از صفحه روزگار. اگر که آزادی بیان داشتیم برای اون چیزی که داریم نشون بدیم، اصلا پاک شده بود، اینقدر نبود. حالا شما هم نظرتون بفرمایید. من ببینین، ارتداد خب از های حکم ارتداد تاثیرش داره، ولی من فکر کنم که خیلی مردم به خاطر این نیست که اسلام رو ول نمیکنن، به خاطر اینکه ببینین تو دنیای مسیحیت ما اینو نداریم، ولی اکثر کسایی که تو دنیای مسیحی به دنیا اومدن و پدر مادرش مسیحی، مسیحیت میمونن، در صورتی که همچین چیزی بالاخره ببینین اکثر مردم، مثلا مغز انسان دوباره یه جوری تو طبیعت تکامل پیدا کرده که اکثر مردم دنبال رو هست. حالا چه تهدید وجود داشته باشه، چه تهدید وجود نداشته باشه، یعنی من فکر کنم که این تاثیر بالاخره این اگه اینجوری بود، پس این همه هندی چرا هندو میمونن، چرا این همه مسیحی میمونن، این همه یهودی چرا یهودی میمونن؟ اونا که همچین تهدیدی ندارن. اکثر کسایی که جایی که به دنیا اومدن همون دین خودشون نگه میدارن بدون همچین تهدیدی. ببینید منم یه چیز دیگه هم هست. ببینید کسایی که تو این ادیان به دنیا میان، بیشتر کسایی که این لیبل مثلا مسلمان یا مسیحی یا یهودیت یا هندو رو میگیرن، بیشتر فقط به خاطر اینه که میخوان تو جامعه قابل قبول باشن. اینجوری نیست که مثلا این مردم درسته که ببینین شما میگین یه قسمت مهم اسلامه، درسته، ولی مثلا چند تا مسلمان میشناسین که اصلا قرآن رو خونده باشه، مثلا حدیث رو خونده باشه، مسیحیایی که تمام انجیل رو خونده باشه مگه چقدر؟ حالا اونا هم که خونده باشن چقدرش، چند درصدشون رو جدی میگیرن؟ حتی اونایی هم که جدی میگیرن بالاخره، ببینید یک مسلمون فقط تحت تاثیر اسلام که نیست، یک مسلمون تحت تاثیر خیلی چیز، همه ما تحت تاثیر خیلی منبع چیزایی که روی افکارمون تاثیر میذاره، هزاران چیز مختلفه. خب یک مسلمون میتونه تحت تاثیر اسلام باشه، ولی تحت تاثیر خیلی چیزای دیگه هم هست. حالا مثلا یه داعشی رو اگه نگاه کنین، بیشتر تحت تاثیر اسلام تا هر چیز، تا چیزای دیگه. خب ولی یه مسلمون ممکنه مثلا 1%، 2%، 3% افکارش تحت تاثیر اسلام باشه. بالاخره کتابایی که میخونه، شعایی که نگاه میکنه، حس مهربونیتی که خودش به طور طبیعی وجود داره، پدر مادرش، دوستایی که داره، فیلمایی که نگاه میکنه، همه کسایی که مثلا بالاخره اینا هر کدومشون روی افکار یک انسان تاثیر میذاره. خیلی کسا، اکثر آدم هم خیلی به تناقض بین منبع چیزایی که روی افکارشون تاثیر میذاره خیلی روش، خیلی روش فکر نمیکنن، بالاخره دارن فقط زندگی خودشونو میکنن. ببینید ما بالاخره تو دنیایی به دنیا اومدیم که
اکثر اطرافیانمون مسلمان بودن. خب ما تو مگه تو قرآن مگه نگفته که مرد باید زنشو بزنه؟ خب ما میدونیم که گفته. من چند تا توی ایران چند تا مرد میشناسین که فکر میکنه زن زدن مثلا کار خوبی اصلا؟ من اصلا تو تمام عمرم توی ایران یک بار یک مرد ندیدم که همشون هم اسمشون مسلمان بوده. خب میگین که ولی خب این تو قرآن گفته، حکم خداست. آره هست، ولی نتونسته با اینکه اینا مسلمانن، با اینکه اینا که مسلمانن خودشونو مسلمان میدونن، قرآن هم کتاب خدا میدونن و حکم خدا رو میگن، به حکم مطلق باید هم حرف خدا رو گوش کرد. اینا قبول دارم. بعد ازش میپرسی خب زن زدن خوب چیز خوبیه؟ میگن نه، این تناقض داره. آره خب تناقض داره. خب چجوری پس چجوری میتونن جفتشو برقرار کنن؟ خب ما اینجوری هم دیگه، ما ببین حتی ما هم بالاخره ما یه سری خودمون افکاری داریم که یه عقایدی داریم که با هم تناقض دارن. من میدونم حتما یه عقایدی دارم که با هم تناقض دارن، نمیدونم کدوم عقایدمه. اگه کسی بود نشونم بده سعی میکنم تناقضا رو کم کنم، ولی این تناقضا وجود داره. من میگم که اسلام انقدر دین خشن، انقدر دین ضد انسانی هست که اکثر انسان‌ها رو نمیتونه بیا تمام این انسانیتشون رو تو مغز خود. ببینید جنگ بین اسلام و اسلام ستیزی فقط بین مسلمان و غیر مسلمان ها نیست، این یه جنگ تو خود مغز یک مسلمان هم این جنگ وجود داره بین عقاید غیر اسلامیش و عقاید اسلامیش. یعنی یک مسلمان مثل یک ربات نیست که مثلا یک کد قرآن رو بذاری، کد قرآن و حدیث رو بذاریم توش بدونه که سوالی بکنه، فقط همه کارهای قرآن انجام بده. جنگ بین اسلام و غیر عقاید اسلامی و غیر اسلامی تو یک خود یک فرد هم وجود داره، تو یک مسلمان هم وجود داره. عقاید غیر اسلام، یک مسلمان عقاید غیر اسلامی خیلی زیادی داره که توی ذهن خودش داره با عقاید اسلامیش برای تاثیر بیشتر میجنگه. خب یک چیزی که ما باید نگاه کنیم، ببینیم ما اگه داریم اسلام ستیزی میکنیم، ما فقط کاری که داریم سعی میکنیم این نیست که مثلا مسلمان ها رو غیر مسلمان بکنیم. خب البته اگه هم چه اتفاقی بشه خب پیروزی خوبیه، ولی خب حتی کسایی که مسلمان هستن، ما اگه بتونیم مثلا عقایدی که رقابت داره میکنه با اسلام رو انقدر ترویج بدیم که حتی کسایی که خودشون مسلمان هستن با مسلمان میمونن، مثلا اسلام که تأثیری که اسلام داره توی رفتارشون و توی عقایدشون از 5% برسه مثلا به 3% به 2%، این خودش پیروزیه. حتی اگه این شخص خودش رو مسلمان بدونه و مسلمان هم بمونه. ولی من فکر نکنم باید سیاه و سفید به مسلمان ها نگاه کنیم که اگه تو مسلمونی تو خطرناکی، هر لحظه ممکنه یه بلایی سر من بری. این باعث میشه که ما نتونیم با اسلام بجنگیم. برای اینکه ببینید بهترین روش برای جنگیدن با اسلام دوستی با مسلموناست. خب شما اگه میخواین با یه عقیده بجنگین، تنها جوری که میشه با عقیده جنگی یه عقیده جنگید تغییر نظر دادن کسی که اون عقیده داره. تغییر نظر دادن کسی که اون عقیده داره فقط موقعی میتونه انجام بشه که اون رو شما بتونه گاردشو بیاره پایین. وقتی شما دارین درباره اسلام با هم، اگه شما رو دشمن حساب بکنه، خب عقاید شما رو هیچ وقت نمیتونه بیاد قبول بکنه، یعنی احتمالش کمه. یعنی شما اسلام ستیزی فقط با مسلمان دوست، نه فقط، بهترین روش اسلام ستیزی مسلمان دوستیه، برای اینکه عقاید شما به موقعی بیشتر قابل قبول هست، موقعی که یک کسی به طور صلح‌آمیز به طور دوستانه بیاد به شما بیاد نظر مخالفش رو بگه با شما چی هست. یعنی من میگم که شما اگه میخواین با اسلام بجنگین، بیاین این جنگتون به جای اینکه با اسلام بکنین با مسلمان‌ها بکنین، اسلام ستیزیتون خیلی ضعیف‌تر میشه. نظرتون چیه؟ ببینید شما به این نکته خیلی خوبی اشاره کردید، گفتید مسلمونی که توی ذهنش در جنگ با قوانین اسلامی که از نظرش اینا انسانی نیستن و نادرست. الان یه پدیده، خب منم طبعا دوستایی دارم که مسلمونن و قطعا داریم با هم هش رو نش داریم، داریم زندگی میکنیم کنارم. یه پدیده‌ای که این قضیه به وجود آورده چیزی به اسم فقه پویا، چیزی که من سالهاست باش درگیرم و اصلا نمیفهممش. یک اسلام مندرآوردیه که اومدن اون قوانین و قواعدی که از نظرشون غیر انسانیه رو پاک کردن یک فقه پویای شیک و ترتمیز. مثلا فکر میکنم دکتر سروش هم یه همچین مسلکی داشته باشه. خب حالا ما میایم بررسی میکنیم، میبینیم نتیجه این فقه پویا چی بوده. کسانی که یعنی اکثر، حالا من نمیدونم شما چند ساله که داخل ایران نیستین، ولی الان داخل ایران کسایی که این افکار فقه پویا رو توی ذهنشون داشتن توی چند سال اخیر، باعث شدن پدیده‌ای به وجود بیاد به اسم اصلاح طلبی.
یعنی اینا چون که توی دینشون اومدن اصلاح طلبی کردن، اومدن سعی کنن توی حکومت اسلامی هم اصلاح طلبی رو رواج بدن، که خب اون چیزی شد که خودتون دارید میبینید. یعنی من واقعا هیچ تاثیر مثبتی از عقاید یک مسلمان متاسفانه ندیدم. البته شما قطعا درست میگید، قطعا همه حق زندگی دارن، قطعا باید از حقوق همه دفاع کرد، قطعا من نوعی یک سری اشکالات توی عقاید و افکارم هستش که خیلی شاید بدتر از یک فرد مسلمان باشه، قطعا همینطوره. ولی به نظر من این دین با هر شکلش، چه پویا باشه، چه سنتی باشه، چه شیعه باشه، چه سنی باشه، فقط باعث ظلم به یک جماعتیه، باعث شده که یک سری خونشون ریخته بشه، یک سری جوون خونشون ریخته بشه کف خیابون، یک سری مادر داغدار بشن، اینا تبعاتشه. و اینکه شما به این نکته دیگه هم اشاره کردین، گفتین که خب مثلا توی دین مسیحیت حالا مثلا ارتداد نیست، توی مثلا هندو ارتداد نیست، با اینکه ارتداد نیست یه سری دارن عقایدشون. خب این کاملا درسته، این کاملا خوبه، ما اصلا مشکلی نداریم، منتها من نظرم به شخص اینه که یک مسلمانی که اصلا با این احکام ارتداد و اینا هم مشکل داره و خیلی هم انسانی زندگی میکنه و عقاید انسانی توی ذهنشه، یک جایی هر جا تو زندگیش یک جایی به یک بنبستی بخوره، باز دوباره برمیگرده به این احکام یه نگاهی میندازه و میبینه ای خب مثلا دینش این حقو بهش داده که حالا رو منی که به چیزی اعتقاد ندارم یه شمشیر بکشه، و اون حقانیته باعث میشه که من بترسم بگم که خب این آیا ممکنه تا آخر عمرش همینقدر انسانی فکر کنه یا نه، به خاطر اون حقهایی که دینش بهش داده من باید ازش بترسم. در صورتی که من بهتون گفتم دوستان نزدیکی دارم که عقاید مسلمانی دارن، ولی باز هم با این اوصاف یک مقدار خطرناک میبینم، به خاطر این که میگم تبعات خوبی نداشته. اینه نظر من. خب من یه چیز بگم باش چش ببینید، من اصلا طرف من اصلا اصلاح اسلامو قبول ندارم، اسلامو من اسلام ستیزم، من اصلاح طلب برای اسلام نیستم. خب من اگه فکر میکنم یک مسلمون تحت ممکن این که مثلا یک مسلمونه، یه سری مسلمونه میان میخوان اسلامو عوض بکنن، خب که مثلا یه مقدار با دنیای مدرن بیشتر قابل قبول باشه، من منظورم این اشخاص نبود، این حرکتی هست که من به شدت مخالفشم، به خاطری که این باعث میشه که طول عمر اسلام و بقیه ادیان بیشتر بشه. ما میخوایم این ادیان هر چی سریعتر مثلا منقرض شه. خب به هیچ وجه نمیخوایم اینا بتونن اینو بهونه بکنن که اینا بیشتر بمونه. یعنی من با این حرکت های اصلاح طلبی برای ادیان، من تمام یکی از بزرگترین کارهایی که توی بخش انگلیسی من دارم میکنم اینه که با این حرکت های اصلاح طلبی برای دینا بجنگم. خب من وقتی که یک مسلمون تحت که حتی اسمش مسلمون هست کمتر تحت تاثیر اسلام قرار گرفته، اینو یک حرکت اصلاح اسلام نمیدونم، این انقراض اسلامه نه اصلاح اسلام. برای اینکه من مسلمانی نمیام میگم که بگه که خب ببینید ما قرآن رو بیام یه جور دیگه بخونیم که انگار یه چیز دیگه گفته، نه من دارم در مورد مسلمانی میگم که خب اسمش مسلمانه ولی ممکن ولی تحت تاثیر اسلام نیست، نه اینکه بیاد مثلا بگه خب تبلیغ بکنه که اسلام داره یه چیز دیگه میگه، کمتر تحت تاثیر اسلامه. خب یعنی ببینید میگم که وقتی که اسلام داره تاثیرش کمتر میشه، این فقط این مورد اینجوری نیست که مثلا تعداد مسلمان یعنی تعداد کسایی که دارن اسلامو ول میکنن بیشتر میشه، فقط این نیست. خب خود مسلمانایی هم که هستن وقتی کمتر تحت تاثیر اسلام هستن، اونم بالاخره داره اسلامو کم رنگ تر میکنه، نه اینکه اصلاح اسلام کاملا چیز خطرناکیه، به خاطر اینکه اسلام اصلاح میشه بعد میمونه توی جامعه میمونه بعد دوباره به شدت برمیگرده. ما هزار بار دیدیم این اتفاق، البته هزار بار نه ولی کلی دیدیم توی دین تاریخ این اتفاق افتاده. خب اینو ما وقتی که اسلام داره خودش رو سعی میکنه اصلاح میکنه، یعنی داره میبینی که قضیه ضعیفه، داره رلوانسیشو از دست میده، اتفاقا این موقعیه که ما باید پا رو
بذاریم روی گردنش، نه بگیم اصلاح شدی خب پس باش، نه، این موقعی که ضعف داره سعی میکنه که بمونه، ما اون موقع دیگه باید کاملا اسلامو، یعنی موقعی که شمشیر رو بیشتر باید فشار بدیم توی این اژدها، قلب این اژدها. خب ولی من میگم روش این کار، بهترین روش این کار دوستی با مسلمان هاست. من همیشه میگم یعنی برای اینکه ما داریم با عقیده میجنگیم نه با افراد. خب و وقتی بین شما این اصلاح طلبایی که مثلا میگه لیدرای حرکت های اصلاح طلبانه، من با اونا میجنگم، یعنی اکثر مسلمان رو نگاه بکنی، وقتی که شما مثلا میای نگاه میکنی یه مسلمانی که داره زندگی میکنه که عقایدش بیشترش تحت تاثیر عقایدیه که مثلا انسان دوستانه است، این بالاخره شکست اسلام توی این شخص، توی این شخص مسلمانه. بخاطر اینکه ببینید ما بالاخره هم به صورت طبیعی هم به طور جامعی ما یک سری عقایدی داریم که از اسلام بهتره، و این ضعف اسلام نسبت به این عقاید برتر و حتی ضعف اسلام نسبت به امیال انسان دوستانه که باهاش از به دنیا اومدیم، باعث میشه که توی مسلمان هم این عقاید شکست بخوره. خب تو خیلی از مسلمان شکست بخوره. من خیلی اعتقاد دارم که مثلا من امیدم به انسان انقدر هست که فکر کنم که وقتی شما یه مسلمان نگاه کنین میگین که خب این عقایدشون، این عقاید ممکنه هر لحظه مثلا یه اتفاقی بیفته که اینا به این کارهای خوشنودامیزه بکنن. من اینجوری، من امیدم به یک انسان خیلی بیشتر از اینه. من واقعا فکر میکنم که یک انسان باید خیلی مثلا فرق داشته باشه با انسانهای دیگه که اسلام بتونه بیاد به این شکل، به این شدید بتونه کنترلش بکنه که انقدر خشن باشه. یعنی تعداد انسان‌هایی که بتونه اسلام بیاد به تو انقدر توشون نفوذ بکنه و انقدر ضد انسانیشون بکنه، من فکر کنم درصد کمی از جامعه هستن که بتونه بیاد اینجوری همش کاملا اسلام بیاد کنترلشون بکنه. خب ولی این درصد کم خودش چیزها، یعنی من با اینکه درصد کمیه ولی خیلی درصد کم خودش میتونه باعث فاجعه های زیادی بشه، همین مثلا انقلاب اسلامی رو که ما دیدیم. ولی من اینجوری فکر نمی کنم که شما فکر کنین چون که اینا بالاخره اسمشون مسلمونه و یه کتابی رو دارن میان قبول میکنن که انقدر خشونتگرا هست، هر لحظه ممکن اینا برگردن به این عقاید. شما اگه اینجوری فکر میکنین، خب ما باید از نه تنها از مسلمان ها باید از همه مسلمان ها باید بترسیم، باید از همه اکثر مردم جهان ما بترسیم. بالاخره شما انجیل رو اگه بخونید، از عقاید هندوها رو اگه بخونید، عقاید یهودی ها رو اگه شما بیاین بخونید، من تا این خانم یهودی رو اینجا همش چیزه زده غیر فارسی میذاره، من این خانم رو کاملا بلاک بکنم، داره سپر میکنه. عقاید دین یهود رو اگه شما بیاین بخونید، عقاید دین مسیحیت رو بخونید، عقاید دین هندوها رو بخونید، شما باید اگه اینجوری در برای انسان ها فکر میکنید، خب هر انسانی که این عقاید رو میگه که باور داره واقعا به این شدت باید خطرناک باشه. شما توی انجیل میدونی چقدر اصلا نسل کشی تبلیغ شده بهش، بچه کشی، نسل کشی، توی دین هندوی زن سوزی، قربانی کردن بچه برای خدایان، حتی تو دین زرتوش شکنجه دادن زن. خب یعنی ما اگه فکر میکنیم که انسان نسبت به عقاید دینی انقدر ضعیفه، یعنی من بازم میگم من بین دین و انسان، حس انسانگری انسان ها، من اگه قرار به شرط بندی کنیم، من پولامو میذارم طرف انسانگری انسان ها. یعنی من فکر میکنم دین در نهایت بر قدرتی که ما امیالی که ما داریم که با هم بتونیم زندگی کنیم و با هم مهربون باشیم، از دین اسلام و دین مسیحیت و دین یهود و دین زرتشت و دین هندوها، این امیال ما قوی تره. ما انسانگرایی اصلا ما میخواییم که با هم زندگی کنیم، ما میخواییم با هم مهربون باشیم، ما میخواییم با هم عشق ببرزیم، ما میخواییم با هم بتونیم زندگی کنیم. این امیال ما خیلی قویه، دین نمیتونه ما اینا را شکست بده. برای من از مسلمان ها اینجور که شما میگین من نمیترسم. من هر مسلمان رو که نگاه میکنم اولین چیزی که میبینم یک انسانه، نه یک مسلمان. بله درست. البته الان شما یه نکته اشاره کردین که من تا حالا بهش فکر نکرده بودم و فکر می‌کنم باید بیشتر بهش فکر کنم. اینکه شما فرمودین که زمانی که یک مسلمان به اون تقابلی که توی ذهنش پیش میاد که خب مثلا یه سری قواعد انسانی نیست، این یه جورای مرگ اون
دین رو میرسونه. و اصلا شاید یادم رفته باشه، شاید نقطه‌ای که من رها کردم این دینو همون نقطه بوده که من مسلمانی بودم که میدم خب یه سری قوانین خلاف انسانیته، شاید باید اجازه بدم که یک مسلمان هم همون راهی که من رفتم و پیش بره و شاید برای اون اتفاقات بهتری بر نسبت به من افتاد. و تا حالا از این منظر بهش نگاه نکرده بودم و شما بهش اشاره کردین و ممنون از این که این صحبت رو انجام دادیم. و اینکه بیشتر حالا من نظرم اینه که با این نه حالا من نمیگم با مسلمون بجنگیم، ولی صحبت آخرم اینه که سعی کنیم با این حقانیت اسلام داخل این حکومت اسلامی بجنگیم برای اینکه این دیکتاتور از سر راهمون برداشته بشه و اینکه برای آزادی بیان همه بجنگیم. ممنون از همصحبتی و اینکه وقت ارزشمندتون رو گذاشتیم. من دیگه صحبتی ندارم. نه ممنون، خیلی ممنون وقتتون رو، من لذت بردم از صحبت شما، ممنون اومدید. بازم برگردید اگه وقت کردید. ممنون، خدا نگهدار. فعلا خداحافظ.